ها رفته از خاطرت شادمانی ها داری در یاد خود درد و تلخی ها خسته ای خاوران خسته خاوران خار ستم به دل بسته خاوران زنگ غم از رخت ما می زدائی. آقای سلطانی، جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایلی که برای اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 مطرح کرد، هماهنگی زندانیان مجاهد با نیروهایی بوده که در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتند و به همین اتهام هم اونایی که محکومیت‌های قطعی داشتن رو به جوخه اعدام سپرد. سوال حالا اینه که از نظر حقوقی یک زندانی که حکم داره و دوران محکومیت خودش رو می‌گذرونه تحت چه شرایطی دستگاه قضایی و مسئولان زندان میتونن او رو به مجازات‌های شدیدتری محکوم کنن؟ ببینید، از دو منظر باید به قضیه نگاه کرد. یکی این که اساساً در دهه 60 کل زندانیان سیاسی ما آیا بهره‌مند از یک شیوه دادرسی عادلانه بودند یا خیر؟ یعنی حداقل تضمیناتی که برای دفاع از یک متهم وجود داره، مثل داشتن وکیل، مثل داشتن دادگاه بی‌طرف، مثل ارتباط با خانواده و وکیل، به نظرم میرسه در اون دهه 60 تقریبا اگر نگیم همه، شاید بالای 90-95% زندان سیاسی ما محروم بودن از حداقل شرایط و ضوابط دادرسی عادلانه. پس اساسا محکومیت هایی که در اون سالها صورت گرفته و احکامی که صادر شده، به نظر من نه با موازین فقهی و شرعی و نه با موازین قانونی تطبیق نداشته. حالا یک چیز دیگری که مزید بر علت شده، عده‌ای که محکومیت داشتن و داشتن دوره حبسشون رو تحمل میکردن و به فرضی که در هنگام محکومیت با رعایت همه ضوابط قانونی محکوم شده بودن، اگر طبق قاینامه اجرای زندان ها در هر زندانی در زندان مرتکب جرم بشه، دوباره باید محاکمه بشه، دوباره باید دادگاه تشکیل بشه، حق برخورداری از وکیل را قطعا داره طبق اصل 35 قانون اساسی، که ما در مواردی که می شود حکم اعدام صادر کرد در کسی که زندان هم داره تحمل میکنه و خودش در زندان، فقط در موردی که قتلی مرتکب بشه یا فرض بکنیم زندان رو به آتش بکشه که منجر به قتل بشه یا جرام امثال این، به صرف این ادعا که عده‌ای که در زندان بودن با هماهنگی با عده‌ای که بیرون از زندان بودن مطلبی رو ایجاد کردن، این ادعا به نظر من نه جز هیچ محکمه ای ثابت شده و نه دلیلی برای اثبات این ادعا وجود داشته و همه کسانی که به نحوی به جوخه‌های اعدام سپرده شده در سال 67، اگر بخواهیم واقعا به نحو بی‌طرفانه داوری بکنیم، به نظر من کسانی که نار اعدام کردن اونها مرتکب جرم شدن و کسانی که اعدام شدن بیگناه بودن، اگر هم مرتکب هر بزهی شده بودن داشتن دوره حبسشون رو تحمل میکردن، سزاوار نبود که اینها رو بدون محاکمه مجدد به صرف یک ادعا و به صرف یک شک و ظن و گمان اینها رو به جوخه‌های اعدام بسپارن. از نظر بنده با موازین حقوق بشری قطعا هیچ کدوم از این اقدامات سازگار نیست، نه محکومیت اولیشون سازگار بوده نه محکومیت بعدیشون. آیا اساساً خانواده‌های بازماندگان از نظر حقوقی میتونن در حوزه حقوق بین‌الملل و یا مجامع بین‌المللی دفاع از حقوق بشر حق خواهی و یا دادخواهی داشته باشن؟ من فکر می‌کنم راهکارهای متأسفانه آنچنان دقیق در سیستم‌های حقوقی موجود وجود نداره، به خاطر اینکه هم سازمان ملل هم اغلب غیر از نهادهای انجوهای حقوق بشری بین‌المللی، اغلب ارگان‌های سازمان ملل در اختیار حکومت هاست و حکومت ها اونها در اونجا هر کاری که میخوان میتونن بکنن. همونطوری که ما میبینیم اغلب کشورهای عضو سازمان ملل در مملکت خودشون متاسفانه مرتکب
به کرات مرتکب به نقض حقوق بشر میشن و موازین حقوق بشر مراعات نمیکنن، هم در کشورهای خاورمیانه هم در جای دیگه ما شاهد نقض حقوق بشر اون هم به نحو بسیار فجیعش هستیم. لذا زیاد شاید به امید به سازمان ملل و تشکیلات مربوط به آن نداشته باشیم، ولی اگه یک روزی ملت ها تونستن در صحنه ملل در قالب انجیوهای واقعا مردمی و نشأت گرفته برخواسته از دل مردم بتونیم داشته باشیم، شاید بشود برای محاکمه کسانی که به نحوی مرتکب نسل‌کشی، مرتکب کشتار جمعی میشن، انسانهایی رو به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر باورهاشون کشتن، امیدواریم یک روزی سازوکاری رو در سازمان ملل و در صحنه ملل داشته باشیم، بتونیم کسانی که مرتکب این جنایت ها میشن به پای میز محاکمه بکشن، هرچند الان زیاد شاید با این کار امیدوار نباشیم. آقای سلطانی، آیا از نظر حقوقی افرادی که در اون مقطع مسئول مستقیم قضایی و امنیتی در این کشتار بودن، ولو اینکه اکنون هم در مسند مسئولیت نباشن، قابل پیگرد هستن یا نه؟ و یا اینکه مسئولان فعلی دستگاه قضایی هستن که باید پاسخگوی اقدامات پیشینیان خودشون باشن؟ به نظر من از بعد حقوقی کسانی که در اون موقع عامل این مسائل و این فجایع بودن، اونها قطعا میتونن به نظر من باید محاکمه بشن. مسئولین فعلی فقط از این حس باید پیگیری بکنن که کسانی که مسبب این قضایا بودن یا مباشر این قتل‌ها بودن، اونها رو فقط باید مؤاخذه بکنن، ازشون به اصطلاح بازخواست بکنن و تحت تعقیب قرار بدن. ما مسئولین فعلی از این حس تخلف کردن که تحت تعقیب قرار نمیدن. مسئولین که در اون زمان متصدی امور بودن، اونها به عنوان عامر به نظر من و اونایی که مباشر بودن، اونها مباشر قابل تعقیب هستن. آب صد چشم در چشم پاک تو، خواب صد برکه در زیر خاک تو.